با شما و میلیون لحظات خوش داشته باشید. با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. امشب پیش از شروع برنامه 1,000,000 افغانی به جای نامعلوم انتقال داده می شود. این پول در زمان مشخص توسط نیروهای امنیتی به محل ثبت برنامه خواهد رسید. اشتراک کنندگان برنامه پس از پشت سر گذاشتن مراحل امنیتی و تحویل دادن وسایلی که در برنامه اجازه نیست، جواز حضور در تالار را به دست خواهند آورد. سلام به میلیون ها بیننده برنامه شما و میلیون و خوش آمدید به جایی که دقیقاً 1,000,000 افغانی در برنامه است. دو نفر، دو اشتراک کننده، دو شخصی که معلومات علمی خوبی داشته باشن بیاین روی همین صحنه و 1,000,000 افغانی را از آن خودشان کنند. خود سخت یک تشکری خیلی خاص ویژا و جانانه از حامیان مالی برنامه شما و میلیون، نوشابه کوکاکولا، شرکت حبیب گلزار، عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه و شرکت مخابراتی افغان تلکام. این 1,000,000 افغانی و حالا منتظر هستیم که فقط دو اشتراک کننده ما بیاین روی صحنه و 6 سوال ما درست پاسخ بدن و در نهایت بتونن 40 دانه بسته 25,000 افغانی را از آن خودشان کنن که پول کمی نیست و فعلا در افغانستان داشتن 1,000,000 افغانی آرزوست برای خیلی ها. وقفن اشتراک کننده های به افتخارش. سید مرتضی و سید مشتبه. خوب سلام عزیزی جان، شما جان خوب هستید؟ بخیر. کی مرتضی هست، کی مشتبه؟ جان من مرتضی هستم، اینا مشتبه هستن. شما مرتضی هستید، اینا مرتضی هستن. اینا مشتبه. اینا مشتبه، شما مرتضی. مشتبه. مرتضی. مشتبه جان یک کمی به میز نزدیک. نه جان. مرتضی خودت و مرتضی یک کمی چیز به مشتبه یک کمی نزدیک شو. اینا جان. سایس. ما سلام تقدیم میکنم خدمت مختار عزیز. نه من نگو. نه من نگو. ما سلام تقدیم میکنم. نه من نگو. خب برو برو برو. آزارش نته بچه. ما سلام تقدیم میکنم خدمت نه نو مر نگی او بیدر نو مر نگی خیانم کی نفیگرم برادر ایش بگو سلام به خودت به خودشان. خب ما سلام تقدیم میکنم به شما و تمام ادار محترم و کسانی که ما را بیندگان محترم برنامه شما و میلیون. چرا خراب شد؟ نه خوب بود، بسیار خوش. مرتضی جان خودت مشتبه. بازم اشتباه گرفتی نام ما را. مشتبه. خب مشتبه. بله سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حاضرین محترم در تالار و میلیون ها بیننده که همین اکنون ما را از طریق پرده تلویزیون یک به تماشا میشن. بسیار خب، بسیار خیلی خوش آمدید به برنامه و ما امیدوار هستیم شما در پایان این برنامه بتونید که یک پولی را از آن خودتان کنید. روال برنامه ما این گونه است که خوب باید با یک دیگر مشورت کنید و گزینه را انتخاب کنید، بعد 4 جواب یا 3 جواب یا 2 جواب و در نهایت سوال و بعد انتخابتان توسط این پول هایی که از آن شماست فعلا و 1,000,000 افغانی است. دو برادر. بله. جانا. دو همسنفی. نه خیر نه. اینا از مکه سنن کمتر است. بله کمتر. پایین است. بله. خردتر است. خردتر. چند سال؟ شاید یک 20 سال تفاوت نداریم. نه سن ما 20. تقریبا 6 سال 7 سال تفاوت داره. 6 7 سال. بله. بسیار خوب. آماده هستید بازی را آغاز کنیم؟ بله. آماده هستیم. یک کمی تحرک داشته باشید. 3 2 1 می‌بینیم. بسیار خوب، دو گزینه که سوال نخست را در ادامه خواهیم دید. میبینیم مادر یا دهقان. مادر خوب نیست. ما فکر چی میگونیم؟ کدام؟ ما فکر میگونیم کمی نامش مقدس است، از مادر شروع میکنیم. مادر. مادر. دوش گرفته. مادر انتخاب شد.
بسیار خوب، گزینه مادر رو انتخاب کردم و این گزینه دو چهار جواب خواهد داشت. 21 جوزا، 22 جوزا، 23 جوزا، 24 جوزا. گزینه مادر و حالا سوال مادر. در افغانستان از کدام روز به عنوان روز جهانی مادر بزرگ داشت می شود؟ چهار جواب، 21، 22، 23 یا 24 جوزا. 60 ثانیه از آن شما و سوال خیلی آسان است. 24 جوزا. 24 جوزا درسته. آها. در. نمانه بیرون نمانه سویست. باش یک شما در. سی و هشت ثانیه دیگر زمان دارید و شما میتونید که این پول را دو تقسیم دیگر رقم کنید. مطمئن است انشالله. دعای مادر گرفتیم آمدیم انشالله. یک چیز میشه. خدا مهربان است. بله. زمان بیسته؟ میشه که زمان بیسته. مطمئن؟ بله. مطمئن. سه دو یک زمان بیست. در افغانستان از کدام روز به عنوان روز جهانی مادر بزرگ داشت می شود؟ 21 جوزا، 22 جوزا، 23 جوزا یا 24 جوزا؟ می بینیم؟ بسیار خوب، شما با 1,000,000 افغانی از سوال نخست ما عبور کردید، اما همچنان 5 سوال در برابر این 1,000,000 برای شما ایستاده و به نظر میرسه که کار آسانی در پیش نخواهید داشت. به خدا مهربانه. حالا بر خدا بگزینه. آبی یا اثر؟ آبی یعنی چی؟ به آبی چی خواهد آمد؟ آبی اثر نگه. اثر خوب نیست؟ اثر 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 بله جانه اثر انتخاب شد. چهار گزینه در برابر شماست و این چهار جواب را می‌بینی، شما حق سه انتخاب را دارید. بله. دیوان شمس تبریزی، مثنوی معنوی، رباعیات، نثر. نثر ادبیات دری سوالا. گزینه اثر و چهار اثر. سوالمان کدام یک از اینها مهمترین اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد؟ دیوان شمس تبریزی، مثنوی معنوی، رباعیات، نثر. دو تاش یکش می باشد. دو تاش می باشد شبا. دو گزینه انتخاب میشه؟ نه فقط یک گزینه امکان جواب درست یک گزینه است. خب مثنوی معنوی هم از دیوان شمس تبریزی، اما فکر کنم شمس تبریزی درست نیست. کدام یک اثر شمس تبریزی اینها مهمترین است؟ نه شمس تبریزی مولانا نیست، مهمترین اثر. خب اثرش همین که مثنوی معنوی است. دیوان سیستم دیوان صحیح است. دیوان نمیمونه سر دیوان. دیوان هم است منتها شما است اصلا مثنوی معنوی. شما حق انتخاب سه گزینه را دارید. دو برادر مرتضی و شبا، دو گزینه و سه گزینه را حتی میتونید انتخاب کنید. مثنوی و معنوی نوک 13 شد. ما در رابطه با سوالی، در رابطه با اثری میخواییم صحبت کنیم که نه تنها در میان فارسی زبانان، بله، بلکه در میان زبانهای دیگر دارای جایگاه خاص و مشخصی است. ما فکر میکنم که مثنوی معنوی است، چون اگرچه دیوان شمس تبریزی هم هست، خب من تا
که مهمترینش که مصنوعی معنوی است که تا در سطح اروپا امریکا دیگه نامدار است. واقعیت با چندین زبان دیگر هم ترجمه شده. واقعیت مصنوعی معنوی است. خود مولانا کس شهره جهان است. کدام یک از اینها مهمترین اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد؟ دیوان شمس تبریزی، مصنوی معنوی، رباعیات یا نثر؟ نثر که نیست. نظر می زیره. دیوان. خدا می روانه. 225 هزار شمس تبریزی و 775 هزار هم مصنوی معنوی. می بینیم؟ رباعیات نبود. خدا مهربان است مثل این بلایی باشه. سه گزینه دیگر مانده، یک گزینه بدون پول، دو گزینه با پول. وقفه کوتاه. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. ما همچنان در برنامه یک میلیون افغانی را داریم، برنامه شما و میلیون. اما این یک میلیون یا 225 هزار میمانه یا 775 هزار یا هیچ. میبینیم. سوال ما قبل از وقفه این بود، کدام یک از اینها مهمترین اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی میباشد؟ دیوان شمس تبریزی، مثنوی معنوی، رباعیات نبود و خوشبختانه از سوی شما انتخاب بله. نشد، نثر بدون پول باقی مانده. میبینیم. 775 هزار مثنوی معنوی، 225 هزار شمس تبریزی، دیوان شمس تبریزی. نه فهم خوش باشین. کافی دعا کنید که نثر نباشه. ان شاء الله 100 درصد. نثر که نباشه باعث خوشحال باشه. بخیر. پناه به خدا تیس. پناه به خدا. میبینیم. ان شاء الله که مثنوی معنوی است. ان شاء الله. مثنوی معنوی. باید فکرم داریش اینجا نمونه. چهار سوال باقی مانده، دو سوال رفت و مهمترین اثر مولانا جلال الدین مولانا بلخ مثنوی معنوی. بله. 775 هزار پول کمی نیست. گزینه دو گزینه برای سوال سوم. هنر یا صنعت؟ خیلی با هم نزدیک هستن. هنر یا صنعت؟ سن نمیفهم. هنر. هنر. هنر بگیریم. هنر درست است. نمیفهم. خودم نمیفهم. ما سنتم کوپی تقریبا نظر چیستم خوب بگی. هنر میگیریم برو. هنر. هنر. هنر انتخاب شد. هنر باز بحث ادب نباشه. چهار گزینه برای گزینه هنر باز خواهد شد. بله. شما از میان این چهار گزینه میتونید سه جواب را انتخاب کنید. کوارین بیترز 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 دیلن یا جی بیترز گروه موسیقی دوشش یکش فقط گزینه هنر من نمیدانم نام هایی که جالب است نام هایشم واقعیت آشناس یا تنها ولی تقریبا آشنا ما است خب فقط گزینه بیترز بر من آشناتر است آشناس دارم بیترلز یا بیترلز بله. چی است؟ کی است؟ فکر کنم در چیز موسیقی، در بخش موسیقی در بخش موسیقی بله، اما من به می گروه یک نام گروه فکر کنم موسیقی راک است خب ببینید چی میشه؟ نه فهم، ببینیم بازم میبینیم. بازم ببینیم بزرگترین گروه موسیقی دنیا چه نام دارد؟ کوارین، بیترلز، دیلن یا جیمی؟
60 ثانیه. ما بی تاسه شدیم، سه گزینش اصلا برای ما آشنا نیست. خب میشه باشه، تو چی خبر است؟ یعنی نشنیدیم، بی تاسه فقط میفهم. خب سر از همون میمانیم. اما سردگاهش کم کم میمونده، سردگاه میبینیم. کم بان، کم بان دردش سر از کم بان، سر ازی زیاد بان، سر ازی بانم. سوال سوم ما دقیقا جاییست که شما باید طولها را سه تقسیم کنید اگر مطمئن نباشید. نیست، من خرم اینجا برو بسه میشه بان بسه برونو سه بسه 75,000 سر ازی نمانده. سوال خراب میخواد کنید، کجینه سند بهتر بود. چی میدیوین؟ به این اندازه روی گزینه دو مطمئن هستید؟ والا خب نامایش همه نشریدیم مقصد. هنوز زمان دارید. ما افمان بیسرازی تو اطمینان نداشتیم. چی کنم ایش نباشم؟ کارا نداریم. سوال ما این بود، بزرگترین گروه موسیقی دنیا چه نام دارد؟ شما پولهایتان اینگونه تقسیم کردید، 75,000 افغانی بر روی جیمی، بله، 150,000 افغانی برای دیلن، 550,000 افغانی برای بیترز. مطمئن سرش نبودم. من میبینیم جیمی نبود. دیلن هم نبود. پس من 550,000 افغانی یا با 550,000 افغانی ادامه میدیم یا بدون 550,000 افغانی مجبور خداحافظی. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. برنامه شما و میلیون جاییست که شما میتونید بیایید و 654 زنگ بزنید. همین لحظه تلفن های همراهتون رو بردارید و 654 زنگ بزنید، کلید 47 را فشار بدید، نام، ولایت، شماره تماس، با شما تماس میگیرن، به این برنامه دعوت خواهید شد برای به دست آوردن 1,000,000 افغانی و یک تجربه نو در زندگی. 550,000 برای بیتلز و دو گزینه بیتلز و کوارم که باقی مانده. سوال ما این بود، بزرگترین گروه موسیقی دنیا چه نام دارد؟ کوارین، بیتلز، دلین و جیمی گزینه هایی بود که با 150,000 و 75,000 حیف شد. میبینیم یه خطر خیلی بزرگتر از این دو پولی که از دست دادید شما رو تهدید میکنه. سوال کمرشکن بود. سوال کمرشکن قبول دارم، سوال سختی است، سوال سختی است، اما هنوز هم امکان داره که جوابش خیلی آسان پیدا کنیم. سوالات برنامه ما طوری است که جواب‌ها به نوعی در خود سوال نهفته شده. ببینیم. بله. بیتلز. بیتلز. یکی از بزرگترین، یکینه بزرگترین گروه موسیقی جهان هست، یک گروه انگلیسی است، البته مدغم هستند. پرفروشترین اثرهای موسیقی در جهان از آن بیتلز هست که بیشتر از 1,000,000,000 نسخه، یک و نیم میلیارد نسخه موسیقیشان به فروش رسیده. یک و نیم میلیارد را ضرب نمیدانم $10 کنید. بسیار جاتنش. این چقدر میشه؟ واقعاً. ضرب $20 به این گروه موسیقی، همون گروه موسیقی است که هزاران نفر میان در کنسرت ها و زوف میکنن، دختر و بچه باز میبرنشان طرف شفاخانه. این همون گروه موسیقی. بله. یعنی کم کم از فراد دریای ما و شما که مشهورتر هستن. کم. سال کم.
سه سوال باقی مانده، سه سوال رفت، 550,000 افغانی همچنان در برنامه هست و حالا دو گزینه دیگر برای سوال چهارم. از سوال کمرشکن به قلب خودتان گذشتید. پرنده یا گزنده؟ گزنده یا پرنده؟ معلومات کدامش بیشتر دارید؟ نمیفهم با خود من چی بگم. ما هر دو شهر تقریبا معلومات داریم دیگه. نه پرنده میگیری گزنده میگیری؟ تعدادش نگوید، تعدادش بسیار زیاد است. مثلا گزنده اگه بگه فلان مثلا میگه موجود گزنده. پرنده خوب نیست؟ پرنده؟ پرنده معلومات نیست، گزنده. میخواین پرنده رو پرواز کنیم تو؟ آها پرواز رو به خاطر بسپار پرنده. بله. مرده نیست. پرنده یا گزنده؟ تو هنوز کسی نیش نزده چی باشه؟ چیزی نیش نزده شما رو؟ زده. زده. پرنده یا گزنده؟ 3-2-1 پرنده. 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 پرنده انتخاب شد. سوال آسان بیارم. 1-2-3-3 اولین سوالی است که برای شما 3 جواب داره و 2 انتخاب شما دارید. از 3 انتخاب تمام شد. 2 انتخاب. 2 انتخاب. عقاب. عقاب. شتر مرغ. باشه. باز. سوال من کدام پرنده بزرگترین جسامت را دارد؟ سه نوع پرنده، عقاب، شترمرغ، باز. 60 ثانیه برو بخیر. شترمرغ می نیست من درست. اش بیرون پول خارج نباشه. اگه مطمئن هستی؟ ها مطمئن هستم. عقاب دست خرد است. عقاب باز دست خرد است. من تو شترمرغ بسیار کلانه. ما مطمئن هستیم سر گزینه خود میشه که زبان بیستن. راستی میگید؟ بله. هیچ نیاز برای راهنمایی ندارید؟ نه خیر نه. مطمئن؟ مطمئن. زمان بیستن؟ بله. 3-2-1 زمان بیست. ۵۵۰۰۰ افغانی برای شترمرغ. سوال ما این بود. سوال ساده بود. کدام پرنده بزرگترین جسامت را در میان این سه پرنده دارد؟ عقاب، شترمرغ و باز. یک باریکی در سوال ما بود. شترمرغ جز پرنده نیست. چرا نیست؟ نیست. خزنده است. شما پرواز شترمرغ دیدید؟ اما حتما نیست که پرواز پرنده. شما پرواز مرغ دیدید؟ شما پرواز شترمرغ دیدید؟ دیدید شترمرغ پرواز کنه؟ دیدید؟ چون پرنده که شد دیگه به معنای عام است. مرغ هم داد مرغایی که پرواز نمیتونن که مرغ خانگی باشه، مرغ شترمرغ باشه، مرغای دیگه باشه، در مجموع فیل مرغ باشه، در مرغ 1-2 متر خمه پره. مرغ بگی بالا بود بندازه 1-2 متر خو بال میزنه برات. اما شترمرغ نه تو زورت میرسه بالا بندازه نه خود از او بالا ما پره. خب شما دیدید شترمرغ؟ خیر شترمرغ چی بگیم؟ شترمرغ دیدیم. چی بگیم اوره؟ ها چی بگیم اوره؟ دکدام گروه شما شترمرغ. شترمرغ میگیم یعنی چی؟ میگه پرندمه گزندمه گزندمه جهندمه. نه شترمرغ در جمله دونده میه. دونده هم تمامش دونده است. دونده است. شترمرغ جز مرغ نیست و در برنامه ما شترمرغ جز مرغ نیست. بیادم ما مکار ندارم. در اینجا شترمرغ مرغ نیست. خوبه. بیرون از اینجا شترمرغ شاید مرغ باشه. مرغ غرض نیست. ما سر شترش میبینیم. میبینیم. شما بگید شترمرغ جز پرنده است یا دونده است؟ به نظر من که دونده است. وقفه کوتاه. محترم دونده است. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. عقاب یا شترمرغ کدامشان بزرگتر هستن از لحاظ جسامت در میان پرنده ها؟ ما گفتیم اگر شترمرغ جز پرنده باشد درست است، اگر نباشه نیست.
بیا ما قبول میکنیمش برو. که نیست؟ هست، قبول کردیم. ببینیم نکست دیگه چیز در گوشکی برمان که مرا خنده گرد. شما دونده میگین خیلی موترم دونده دیگه. نه موتر خودش نمیده، موتر رونده است عزیزم. موتر رونده است، شتر مرغ دونده است، عقاب پرنده است. چرا گفت وقت میکنی یاره؟ خواهی برای وقت شما مار خزنده است، زنبور گزنده است. خواهی زنبور هم جز پرنده است؟ بیا میبینیم عزیز دل چیمه برای دیگه است. میبینیم جواب هم میبینیم. اینار کم مانده که بگی کفتر هم پرنده است. نه کفتر خب پرنده نمی. خب بیزم نیست پرنده. بیز میفهم. ۵۵۰۰۰ افغانی و دو سوال باقی مانده به پایان برنامه و شما بیشتر از 500,000 افغانی را همچنان در چنگ دارید. سوال پنجم من و من امیدوار هستم که بتانید خوب خدا مهربانش. بله. دو گزینه ملل یا کتاب. ملل باید تو معلومات داشته باشی. ملل بگیریم. کتاب زیاد است. کتاب زیاد است. ملل. ملل بهتر. ملل خوبتر است. ملل. ملل. بله. یک لحظه، قرار ما این بود که وقتی که از گزینه ها عبور میکنیم کسی صحبت نکنه. در جواب های گذشته صدا میکردید، اگر این بار تکرار شد ما مجبور هستیم پول بگیریم. پس لطفا آرام. کدام گزینه؟ ملل. ملل اگر انتخاب کردیم. ملل انتخاب شد. یک دو سه، سه گزینه و باز هم شما حق دو انتخاب را دارید. 1946 1947 1948 سوال: افغانستان در کدام سال عضو ملل متحد گردید؟ 3 8 گزینه 46 47 یا 48 میلادی. می‌بینیم سوالتان و جواب. 46 8 کاست اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. فکرم یک سال بعدش 46 و 47 میگم بونیم چی کنیم؟ 46 و 47؟ 46 8 نیست؟ نه 46 که فکر نکنم. 46 46 46 بیشتر بون در 47ش یک ذره کم کمش کن. چه کم مونده میشه دیگه؟ کم بونیم؟ 5000 بونیم. بونم خب کم بونیم شده. اگر سمورا میگم اگر چی نیست ایشان پس کنیم؟ نه نه بانیده صحیح مطمئن نیستم فانتا فکرم در یک سال بعد از تأسیس سازمان ملل متحد افغانستان از بیاد فراسون کرد رست و خطر. بله خطر خط فانتا ما فکر میکنم که بانیم یک بسته اگر ساکر بولی تیه چه مدی بود؟ برو میمونی خیلی یک بسته همه ایشه که پاش امکان داره که در یک بسته چیز نمیشه بسته نه یک بسته همه چهار ما دیگه یک بسات نمی‌کنیم. دست کرده گزن گرفتیم. شما 550,000 افغانی را بر روی گزینه دینه داخل است جناب لشکری. داخل است دیگه. ببخشید. نه. داخل بود. ببخشید. لشکری صرف داخل بود. ما شاهد داریم. نه لشکری صرف داخل است تمامش. برم که دستون تلا کنین. نه. افغانستان در کدام سال عضو ملل متحد گردید؟ 1946 که شما با 550,000 انتخاب بله. کردید؟ 1947 یا 1948؟ میبینیم؟ این چی میشه؟ این سگه مطمئن است یادا؟ ده 1947 نبود اما از میان 46 و 48 یک گزینه جواب درست است. وقفه کوتاه. یکی از معدود دفعات است که با
بیشتر از 500,000 افغانی به پایان برنامه و به سوال ششم ما رسیدن و بخش پایانی برنامه ما، اما همچنان یک مرحله دیگر تا رسیدن به آن مرحله فاصله دارید که 1948 در برابرتان ایستاده. سوال ما این بود: افغانستان در کدام سال عضو ملل متحد گردید؟ 1946 یا 1948؟ 550,000 بر روی 1946. میبینیم. تبریک. با 550,000 به سوال آخر ما رسیدید و این بدون شک عالی است. یک سوال باقی مانده و 5 سوال پشت سر گذاشتید. 550,000 افغانی به سوال ششمی رسیده که شما دو انتخاب یک انتخاب دارید از میان دو انتخاب، از میان دو جواب، و یا با 550,000 از برنامه میرید که بیشتر از نیم میلیون هست، یا اصلا پولی را از برنامه با خود نمیبرید. یا 550,000 یا هیچ. این خاصیت سوال ششم برنامه شما و میلیون هست. خدا مهربان است. بسیار خوب. دو گزینه: بیرق یا فرانسه. بیرق فکر کن چی بوده میتونه فرانسه رو مشکل کنه. فرانسه در باره سالم داخل شام. کدام سال داخلش نخواهد باشه؟ سال داخلش نخواهد باشه. سال. بیرق یا فرانسه. آه میجب چی فهمیم؟ فرانسه نگیریم. فرانسه سال میاره با چطور کنیم سال شد؟ استقبال فرانسه که باش. آه؟ استقبال فرانسه. یا داریم؟ نه میخوام. بگیریم فرانسه بگیریم. فرانسه. از خیر بیرق گذشتن و فرانسه ای که خود او یک کشور هست، یک تاریخ، یک پیچیدگی، مثلا شاید گفته باشن دومین کوچه گذشته از برج چتورکایی چی نام داره؟ شاید فرانسه. بسیار خدا. این فرانسه فقط دو جواب داره، اما قبل از اینکه جواب ها رو ببینیم واسه من تکرار میکنم. مایک هایی که در زیر پاهای شما ست شده صدای شما را با صدای ما در یک لین میگیره، و اگر صدا برداران ما که در اتاق فرمان هستن بشنون که کسی در رابطه با سوال و جواب ما صحبت میکنه، ما 550,000 افغانی را از دو اشتراک کننده مجبور هستیم بگیریم با قید سندی که صدایی که از اشتراک کننده ها بیرون شده. و اگر شما هم به سوی کسی ببینید که آنها بله. شما را کمک کنند که تقریبا 8 کامره تلویزیونی روی شما هست، شما را تصویر تا نمیگیرند. پس درست میریم دو جواب را میبینیم. 5 6. ایانت. سوال برنامه: سابقه شراب در فرانسه به چند قرن پیش از میلاد باز می‌گردد؟ دو جواب: 5 یا 6. صدایی نشنویم ما. سوال بعد. سوال بیمونوس. چی بگیریم؟ 5 قرن 6 قرن. 5 6 کدامش؟ نمی‌فهمم. تو به 5 یا 6 می‌گیریم؟ 6 نگیریم. نمی‌فهمم. آه؟ نمی‌فهمم. ما نمی‌فهمم. 5 بگیریم به خود بخواده. 5 بگیریم. 6 چطور تو آورده ده بینه داد؟ چرا 4 نه چرا 6؟ 6 بگیریم میگی؟ من نمیفهم. 5 دیگه بگیریم. 5 یا 6؟ 5 بگیریم. 5 بگیریم بیا. 4 هم نیست. این نهایت از مجبوری ما. مال بار نداشتیم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Come on. سوال ما: سابقه شراب در فرانسه و چند قرن پیش از میلاد باز می‌گردد؟ یعنی شراب چند قرن پیش از میلاد در فرانسه در فرانسه توسط فرانسوی ها استفاده می شود؟ و ما چی؟ پیش از
شش قرنکه هم میده میده و که فرانسه نامش شش پنج یا شش خدا گفته پنج مانده ایم دیگه بنامه شده میبینیم جواب را میبینیم یا 550,000 یا صفر ما نمیبینم ما نمیخوایم ببینم هیچ اصلا سوالی قسمت ها دیگه میبینیم خب میبینیم او گپ خراب کردن که گفتن استاد چاید میخواه که پس یک به یک بشینید کلتان میبینیم شراب در فرانسه با چند قرن پیش از میلاد باز میگردد پنج قرن یا شش قرن و بیایید ببینیم که واقعا جواب کدام است حساب میکنیم یک سه دو یک من میگم سه دو یک کاش که شش میگرفه قسمت بود چیز قسمت بود اصلا گپ نیست ایره یعنی چانس گفته انتخاب کردیم دیگه البته شانس ما نبود واقعیتی را نمیفهمیدیم چون سوال نبود که واقعیت ای بار ملما داشته باشیم دیگه قسمت دیگه ایره مهم نیست برنامه بود 550,000 افغانی شما از دست دادید و بازی شما و میلیون این هست آه. اگر شما 1,000,000 هم تا سوال ششم بیارید یا در سوال ششم با 1,000,000 میرید یا در سوال ششم مثل شما بدون پوچ اما چیزی که برای من خیلی مزه‌دار بود خیلی کیفناک بود این بود که دو برادر معلومات عمومیتان فوق‌العاده است تشکر زنده باشید تشکر. معلومات عمومیتان واقعا فوق‌العاده است بازی طرق خوب بود من کوک یادم رفته بود تشکر قربانتان تشکر زنده باشین قربانتان بخیر باشین زنده باشین باشید یک جای میریم باشید ما فقط میخوایم یک تشکری خیلی خاص و ویژه داشته باشیم از شما دوستان عزیزی که باز هم امشب ما رو برای دیدن انتخاب کردید و از حامیان مالی برنامه شما و میلیون نوشابه کوکاکولا شرکت حبیب گلزار عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه و شرکت مخابراتی افغان تلکام شماهایی که همین لحظه برنامه رو میبینید کافیست تلفن های خودتان را بردارید و 654 زنگ بزنید 654 زنگ بزنید کلید 47 را فشار بدید برای ما نام ولایت و شماره تماستان را بیان کنید ما با شما تماس میگیریم میزبانتان در این برنامه خواهیم بود خدا نگهدار تا دیداری دیگر
تا شما و میلیون دیگر با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک بانک مورد اعتماد